ممنونم، دست درد نکنه. حالا سر کلاس اگه نیاییم خوبه، سر کلاس که میایم دوباره صرفه ها شروع میشه. عرض به خدمتتون که آزمونتون نتیجهش نسبتا خوب بود، دستتون درد نکنه. البته ما سعی کرده بودیم که یه مقداری با توجه به همه شرایط و اینکه حالا خود منم شرایطم خیلی مناسب نبود، آزمونتون یه خود در حد متوسط تری برگزار بشه، ولی که الحمدلله نتیجه خوب بود. اکثر بچه ها اون چیزهایی که باید یاد بگیرن گرفته بودن. خب حالا یه مقداری میطلبه که برن بیشتر کار بکنن. با توجه به تمرینایی که شما نوشتین و ما هم سعی کردیم که حالا حل کنیم، فصل یک خوب الحمدلله جا افتاد و حالا شمایی که باید به موازات کار کلاس، همونجور که حسین خانی فرموده بودن روزی 20 تا 30 تا تست اگر می زدیم توی یک ماه، مثلا نزدیک 500-600 تا، حالا بگیم به خاطر تعطیلات و غیره 100 تا هم کم بشه، 200 تا هم کم بشه، 400 تا باید تست حل می کردیم. و اگر از این فصل اینقدر حل کرده باشیم دیگه واقعا بی نیاز و خیلی خوب همه رو یاد گرفتیم. حالا اگر نکردیم که خب کمکاری کردیم، سعی کنیم برای فصلهای بعد حتما به موازات کلاس اون کار اضافی رو داشته باشیم. اون کار اضافیه که باعث میشه که تعمیق بشه مطالب تو ذهنتون، یادگیریتون کامل بشه و بتونین سوالای بهتری رو بیشتری رو حل کنه. خب گفته که نوازی های حسین خانی زحمت میگشن میذارن دیگه و همه در اختیار حسین خانیه، هر یه صلاح بدونن خودشون پاسخ نامه یا سوال ها هرچی رو میذارن. خب بریم سراغ ادامه کارمون. امروز سعی میکنیم که دیگه حالا یه جوری این فصل به سرانجام برسه و بریم سراغ فصل بعدی، که خب فصل بعدی هم فصل اعداد حقیقی ساده است ولی خب تمریناش نسبتا زیاده. بکنم که این مال کلاس شما بود، سال 45 تو کلاس شما حل شد دیگه، درست آقایون؟ سال 45 حل شد تو کلاس شما؟ بعد خب میریم از سال 46 شروع میکنیم برکردن. سال 46 سال خیلی قشنگ و خیلی مهمیه، شاید همین یه دونه به اندازه چندین سوال ارزش داشته باشه و نکته داشته باشه. گفته با استفاده از قوانین درستی اینا رو ثابت کنید. خب ما میایم یه جا بنویسم که جا بشه، از این بالا فکر کنم شروع کنم، بد نیست. آ اشتراک ب اشتراک سه، سال یک، آ اشتراک ب اشتراک سه، اجتماع آ اشتراک سپری، اجتماع آ اشتراک بپری. میخوایم ثابت کنیم مساوی آ. خب گفته بودیم توی مجموعه ها ما میتونیم از یه دونه مجموعه، از یه دونه مجموعه با علامت اجتماع یا علامت اشتراک فاکتور بگیریم. الان اینجا میبینیم که همشون آ اشتراک رو دارن، پس میایم از آ اشتراک طرف اول فاکتور میگیریم. آ اشتراک از اولی میمونه به اشتراک سه، میخوام اینجا کروشم بذارم، اجتماع از این میمونه سه پریم،
عرض به خدمتتون اجتماع بپریم. خب حالا میان گفته بود از قوانین میگه، یه قانونی داشتیم به نام قانون دیمورگان، یادتونه بچه ها؟ دیمورگان گفته بود که اگر داشته باشیم، کجا بنویسمش؟ اینجا بنویسیم قانون دیمورگان. گفته بود اگر داشته باشیم آ اجتماع ب اینجاش متمم داشته باشه، میتونیم هر کدومشون رو متمم کنیم، بگیم آ پریم، اون وقت این علامته میشه اشتراک ب پریم. یا اگر حتی داشته باشیم آ اشتراک ب پریم، میتونیم بگیم آ پریم اجتماع ب پریم. اما یه قانون عرض به خدمتتون که عکس دمورگانه، عکس دمورگان برعکس اینه. یعنی اگر داشته باشیم مثلا آ اجتماع آ پریم اجتماع ب پریم، میتونیم این پریم رو در حقیقت بیاریم بیرون از اینجا، یا مثلا فاکتور بگیریم، بگیم آ پریم اشتراک ب، علامت چه عوض میشه؟ این میشه برعکس دمورگان، از پریمش فاکتور گرفتیم. نه من غلط نمیشتم، بنویسیم آ اشتراک به پریم. یا اگر داشته باشیم اینجا آ پریم اشتراک به پریم، اینجا بنویسیم آ اجتماع به پریم. این میشه عکس دمورگان. یه جاهایی به دردمون میخوره این دوتا، الان مثل اینجا، الان این پرانتز رو نگاه کنیم، ما میتونیم بیایم از عکس دمورگان استفاده کنیم، دومیه رو پریمش رو بیاریم بیرون. یعنی می‌نویسیم آ اشتراک به اشتراک سه اجتماع سه اشتراک به پریم، این میشه عکس دمورگان. خب حالا این دوتا پرانتز نسبت به هم چه حالتی دارن بچه ها؟ این دوتا پرانتز نسبت به هم چه حالتی دارن؟ من منتظرم که بخونم آن که معطل کردم که ببینم که آقایی چی می‌نویسن. متممم، بله، یکیشون پریم داره یکیشون نداره، این هم حالا دوتا مجموعه متمم با هم جمع بشن میشن چی بچه ها؟ دوتا مجموعه متمم وقتی که با هم جمع بشن میشن چی؟ یعنی آ اشتراک دوتا متمم که با هم جمع بشن میشن مرجع، آ اشتراک مرجع میشه خود آ. پس این اثبات شد، متوجه شدن آقایون؟ خب این قانون دمورگان بود. من این دمورگان رو ببرم بالا بذارمش، شاید بهتر باشه. خب اما بیایم سراغ سوال شماره دو. سوال دو گفته که به پریم اجتماع به پریم اجتماع به اشتراک آ اجتماع به. خب اینجا باز یه قانون دیگه یادمون میفته بچه ها، که یعنی اینجا مجبوریم استفاده کنیم، اسمش قانون جذبه، قانون جذب، قوانین جذب. توی کتاب دانش هم داشتیم، گفته بودیم خدمتتون اگر داشته باشیم آ اجتماع آ اشتراک به، یا داشته باشیم آ اشتراک آ اجتماع به، اون وقت اینجا حالا هم از راه نمودار وین هم با راه مثال یا هرچی میتونیم ثابت کنیم که این پرانتزه جذب میشه، میشه خود آ، این هم باز میشه آ. به این میگن قوانین جذب. حالا یه قانون دیگه ای داریم به نام شبه جذب که اون حالا بهش میرسیم، باز میگیم خدمتتون. این قانون ها مثل راه های میونبر میمونه،
خیلی به ما کمک میکنه اگر که بلد باشیم. خب الان نگاه میکنیم ببینیم این پرانتزه نیه که اصلا نمیخواهند این پرانتزه چرا بود چی میشه بچه جوابش به اشتراک آی اجتماع به، یعنی دقیقا همین قانون جذب دومی است، یعنی جوابش میشه به، اینجا می نویسیم جذب که یعنی بدون ما از چی استفاده کرده، میشه به پریم اجتماع به پریم اجتماع به میشه چی بچه ها؟ هر مجموعه و متممش میشه مرجع. ما میخواستیم ثابت کنیم مساوی مرجع دیگه، این هم ثابت شد. فهمیدن آقایون این قانون ها رو اگه میشه اگه میخوایم بنویسی که بعدا نگی که ننوشتیم. اما شماره سه رو فکر کنم همینجا میشه جا داد، اینجا بنویسمش سه. گفته آ اشتراک به اجتماع آ اجتماع سه، میخوایم ثابت کنیم که مساوی میشه با آ. خب کسی میتونه کمک کنه چیکار کنیم؟ چیکار کنیم آقایون؟ بفرمایید سلام استاد. سلام عزیزم بفرمایید. مثلا به اجتماعش با آ اجتماعش با سه میشه ام یا همون مرجع، آ اشتراکش با مرجع میشه آ. ببخشید چی با چی میشه مرجع؟ من نفهمیدم ام به اجتماعش با آ اجتماعش با سه. چرا آخه؟ کی گفته همچی حرفی رو؟ نه این غلطه. آقای رمیزانی بفرمایید. آقای رمیزانی استاد سریعتر. عبارت اینو بعد به طوری که باید بنویسیم آ اجتماع به اشتراک آ اجتماع آ اشتراک آ اجتماع سه که میشه آ اجتماع به اشتراک آ اجتماع اشتراک آ اجتماع سه. نه سپر تو بگو سپر آقای ابراهیمی. بله بفرمی. خب ما میگیم اصلا به اجتماع آ اجتماع سه یه مجموعه دیگه رو تشکیل، ولی تو این مجموعه ما مطمئن هستیم که ارزون آ حتما تکرار شده و حالا که بیشتر کمتر، یعنی کمتر که اصلا نیست، حالا که بیشتر میشه واسه ما مهم نیست. ما مهم اینه که اعضای آ توی اون مجموعه هست و ما داریم حالا آ رو با یه مجموعه اشتراک کنیم که اعضای آ توی اون مجموعه هستن. خب بچه ببینید اینجا از جذب استفاده میکنیم، از قانون جذب. قانون جذب اون بالا نوشتن ببینید که فقط ستاییه آ اشتراک. البته این توضیحی که آقای ابراهیمی داشت میداد داره توضیح میده بستش میده، وگرنه میگه آ تو اینا وجود داره. حالا آی که تو اینا وجود داره اشتراکش با خود آ بیشتر از آ که نمیتونه باشه، میشه خود آ. پس این طبق قانون جذب که ما این بالا گفتیم، طبق قانون جذب جوابش میشه آ که مساوی میشه به آ و کاملا درسته. اما میایم مورد چهارم. مورد چهارم رو باز من اینجا بنویسم. گفته که آ اجتماع به پریم. بچه امتحان تشریحی که انشالله به زودی برگزار میکنیم حتما لاقل دو سه تا از اینا تو امتحان تشریحی هست بچه. هر امتحان تشریحی که ازتون برگزار بشه از این مبحث از اینا حتما سوال داریم. سعی کنیم که این قوانین رو بریم خوب کار کنیم. همین رو واقعا چند بار دیگه این بنویسیم، چیزهای قشنگ و خوبیه. خب اینجا میگه که این
اما حالا میخوایم یه قانون دیگه ای بگیم به نام قانون شبه جذب. کسی قانون شبه جذب رو میدونه بچه ها که واسه همون توضیح بده؟ بگو های رمزانی. یعنی اینکه من اگه بگم آ اشتراک ب، یعنی منظورم این که آ اشتباه که به پریم آ اشتراک پریم اشتراک به پریم که آ اشتراک. خب من یه چیز دیگر رو بگم قبل از اینکه به جواب اینو بخوایم بگیم درسته یا غلطه. بچه اون بالا واسه ما تعداد نوشتن 50 نفر دانش آموز، ولی اینا رو که من ورق بزنم این چت ها رو ببینیم، این چت هایی که اینجا هست، این چت ها کلن 7-8 نفرن که حرف زدن و اظهار نظر کردن اینا، یعنی اینکه بقیه اصلا وجود ندارن سر کلاس. اینا همه باهاتون متاسفانه حساب میشه. دانش آموز باید سر کلاس فعال باشه. حاضر غایب میکنن هستی، بعدش دیگه اصلا هیچ اسمی ما ازت نمیبینیم، نه حرکتی، نه جواب سوالی، نه اظهار نظری، اصلا به درست و غلطش هم من کاری ندارم. بعد اگر یه وقتی دیدین نمره 14 یه دانش آموزی شد 19، یا بالعکس نمره 19 و 20 کسی شد 12، بعدا نگه آه چرا اینجوری شد، به خاطر اینکه تو اصلا سر کلاس نبودی، اسمت اینجا هست ولی نه هیچ وقت اظهار نظر کردی، نه جواب دادی، نه بودی سر کلاس. فقط که چند تا پرانتز پشت سر هم بودن علامت بینشون اجتماع یا اشتراک بود، اون وقت دیگه ما میتونیم هر جوری خواستیم حاصل اینا رو به دست بیاریم یا به هر صورتی جوابشو حساب کنیم. اینجا الان گفته که آ اشتراک به اشتراک به پریم، میتونیم پرانتز بیاریم و بگیم آ اشتراک به اشتراک به پریم، به اشتراک به پریم میشه توهی، میشه آ اشتراک توهی و جوابش میشه چی بچه ها؟ آ میشه. یعنی که گزینه سوال 4 ببخشید اینجا شبه جذب مگه نبود شد آ اشتراک، آ اشتراک توهی اینجا میشه توهی، آ اشتراک توهی میشه توهی، اینم میشه توهی و اینم میشه رابطه درست. خب اما مورد پنجمی، مورد پنجمی اینجا بنویسمش، گفته آ اشتراک آپریم اجتماع به اجتماع به پریم اجتماع به اشتراک آپریم مساوی با ام. این وقتا تو امتحانان نمیگم که ثابت کنیم این مساوی اینه درسته یا غلطه، اصلا طرف دومشو خالی میذارم میگم خب بگیم مساوی چی میشه. تو وقتی نوشته باشه ام یا آ یا ب، دانش آموز سعی میکنه یه جوری خودشو به اون برسونه، ولی وقتی ننوشته باشه نمیدونه از کدوم ور باید بره. اگر کسی بلد باشه و درست حل کنه به جواب صحیح میرسه. خب عرض به خدمتتون که اینجا این اولیش که چه جالب میشه چیست بیانستیم شبه جذب، درسته بچه ها؟ این شبه جذبه، شبه جذب میشود آ اشتراک به اون دومی هم، این هم شبه جذبه. این هم مساوی میشه با به پریم اجتماع آ، به پریم اجتماع آپریم، به پریم اجتماع آپریم. خب بچه حالا از عکس درمورگان استفاده میکنیم، از عکس درمورگان استفاده میکنیم، یعنی از پرانتز دوم یه پریمش رو سعی میکنیم بیاریم بیرون.
یعنی می نویسیم آ اشتراک ب اجتماع، این میشه ب اشتراک آ پریم. خب حالا همه دقت کنن لطفا، این دوتا پرانتز نسبت به هم چه حالتی دارن؟ این دوتا پرانتز نسبت به هم چه حالتی دارن بچه؟ متممن هم بعد این همه هم یکیشون پریم داره، پس اجتماعشون میشه چی آقایون؟ میشه مرجع. پس این هم میشه یه رابطه درست. خب اگر اجازه بدیم من اینم بیاد این زیر که شیش و این بر بنویسم، اینو بیاریم اینجا. آها اینجا خب شیشم این برش بنویسیم، یا شماره شیش میگه که توی پریم اشتراک آپریم اجتماع آ اجتماع به پریم پریم مساوی آپریم. خب اینجا میدونیم که توی پریم یعنی مرجع، متمم توی میشه مرجع، مرجع اشتراکش با هر چیزی میشه خودمون، مرجع اشتراکش با هر مجموعی میشه خودش، یعنی میشه آپریم. اما این طرف میایم از قانون درورگان استفاده میکنیم، این میشه آپریم اشتراک به. چه جالب، این دوتا چی هستن بچه؟ این میشه قانون جذب، قانون جذب، یعنی میشه آپریم مساوی آپریم و این هم میشه رابطه درست. همه متوجه شده؟ خب بریم سراغ سوال 47. بچه سوال 47 مثل سوال بالاییه ولی که اینجا میگه با نمودار ون نشون بدید، یعنی اینکه با شکل درستی تصاویر رو نشون بدید. وقتی میخوایم با نمودار ون نشون بدیم یعنی باید یه شکلهایی بکشیم که دو طرفشون مثل همدیگه باشه. خب ما یه قاعده داریم، پس حالا به خاطر اینکه سریعتر بشه بچه شکلها رو من با دست میکشم دیگه، حالا با نرم افزار اینا نمیکشیم دیگه، ساعت وقتمون گرفته بشه. یه مجموعه آ داریم یه دونه ب، این مورد اول، یه دونه آ داریم یه دونه ب، این برم یه دونه آ داریم یه دونه ب. اینجا گفته آی منهای ب، آی منهای ب یعنی اونهایی که آ هستن توی ب نیستن، میشه این میشه آی منهای ب. اون طرف گفته آ منهای آ اشتراک ب، آ منهای آ اشتراک ب. خب ما میدونیم که این میشه آ اشتراک ب، درسته یا نه؟ این میشه آ اشتراک ب. حالا آ منهای آ اشتراک ب میشه این آ منهای آ اشتراک ب، همینجور که میبینیم با هم دیگه مساوی هن و دوتاییشون یه چیز رو نشون میدن. اما دومیش دومی میگه که آ اشتراک اجتماع به، حالا من شکلشو بکشم دیگه، سه تا مجموعه اینجا داریم، سه تا مجموعه داریم آ ب و س، این برم همینطور آ ب و س، این آ این ب این س، اینجا هم آ ب و س. خب چی میخواد؟ میگه که آی منهای دومیه، آ اجتماع ب منهای س، آ اجتماع ب رو نشون میدیم اول، آ اجتماع ب یعنی جمع آ و ب، این میشه این. حالا منهای س
یعنی اونایی که توی این دوتا هست توی سه نیست. می شود این بچه پس من جوابا رو سعی میکنم که یه جوری مثلا با قرمز نشون بدم که معلوم باشه. این می شود آ اجتماع ب منهای سه. خب اون یکی چی میشه؟ میگه آی منهای سه اجتماع ب منهای سه. آی منهای سه رو نشون میدیم اول. آی منهای سه اونایی که تو آ هستند توی سه نیستن. چه این دیگه درست بچه؟ بعدش به منهای سه هم اونایی که تو به هستن توی سه نیستن. خب جمعشون رو هم دیگه میشه این درسته ها؟ هر دوتایی قسمت رنگیش مثل هم دیگه است. پس این مساوی آی منهای سه اجتماع بی منهای سه. اگر دانش آموزی متوجه نمیشه لطفا بگه که کجاشو متوجه نشده که واسش بگی. اما مورد سوم میگه که آی منهای بی منهای سه باز اینجا سه تا مجموعه است. آی منهای بی منهای سه ای آ این ب این هم سه و اون طرف هم حتما آ و ب و سه باید داشته باشیم دیگه. آ ب سه آ گفته آی منهای ب منهای سه. آی منهای ب که مشخصه اونایی که تو آ هست توی ب نیست. تو آی منهای ب پیدا دایرش رفت. آی منهای ب آی منهای ب اونایی که تو آ هست توی ب نیست. میشه درسته؟ بعدش گفته که منهای سه تو سه هم نباشه. یعنی میشود آی منهای ب منهای سه یعنی توی این قسمت آبیه باشه تو سه نباشه. میشه این درسته آقایون؟ حالا بریم اون طرفش. میگه آی منهای سه اشتراک ب منهای سه. آی منهای سه اونه که تو آ هست توی سه نیست. توی آ هست توی سه نیست. میشه این و اشتراکش با ب منهای سه اونایی که توی ب هست توی سه نیست. ب منهای سه حالا اشتراک این دوتا درسته؟ آی منهای سه بی منهای سه اشتراکشون می شود این یکی از دوتا رنگو داره. اون با هم مساوی بچه ها. این اینجا شد اون اصلا اونجا نشد. اینا با هم مساوی نیست. یعنی این یه رابطه درستی نیست. خب عرض به خدمتتون که کسی به این جواب رسیده بود. من درست حل کردم. آی منهای ب که درسته منهای سه سر ازش برداشتیم درست میشه. آی منهای سه اشتراکش با ب منهای سه نه کار ما درسته و رابطهش صحیح نیست. خب اما بعدیش چهارمیش گفته که آ اشتراک ب. بازم اینجا البته قانون جذب هر دو تا ایشا دو تا جذب گفته که ما ثابت کنیم.
ولی کم اومده از دو تا مجموعه A و B استفاده کرده. ما هم دو تا مجموعه میکشیم، این A این B، این هم A این هم B. اولیش گفته که آ اجتماع به که معلومه میشه همه ای. وقت اشتراکش با آ چی میشه؟ اشتراک همه این با آ میشه این بچه، درسته یا نه؟ یعنی میشه خود آ، پس میشه آ اشتراک آ اجتماع به. حالا اون طرف گفته شده آ اجتماع آ اشتراک به. آ اشتراک به رو نشون میدیم، این میشه این. حالا اجتماعش با آ، با خود آ اگه جمع بشه میشه چی؟ میشه خود آ. پس میشه آ اجتماع آ اشتراک به. این دوتا با هم فرقی ندارن و یه رابطه یه درسته. خب عرض به حضورتون که بریم سوال شماره 5. 5 رو من این بر بکشم چون اینجا جا نمیشه. عرض به خدمتون که آیه پنج گفته آ اشتراک آپریم رو ببینیم. بچه چون پریم داره یعنی مرجع لازم داریم احتمالا، یعنی یه مرجعی میکشیم، این مرجعش مرجع رو معمولا با متوازی الاضلاع نشون میدن. حالا شما یه چیز دیگه هم بکشید اشکالی نداره. عرض به خدمتون که آ اشتراک آ پریم اجتماع ب. خب یه آ و ب داریم، این آ این هم ب، این برای همینطور میگه که آ پریم اجتماع ب. آ پریم کجاست بچه ها؟ آ پریم میشه خارج از آ، خارج از آ داخل مرجع. ببینی این میشه آپریم. حالا آپریم اینو دارم حل میکنم اونایی که حواسشون نیست. آپریم اجتماع ب، حالا آپریم با ب اگر جمع بشه، آپریم با ب اگر جمع بشه یعنی اینم بهش اضافه میشه. خب حالا اینجا چی میخواد؟ آ اشتراکش با این، اشتراک آ با این قسمت رنگی فقط میشه این بچه، اشتراکی دارن فقط میشه این. این میشه آ اشتراک آ پریم اجتماع ب، آ پریم اجتماع ب، این میشه این قسمت. اما حالا بریم مساویه چیه؟ گفته آ اشتراک ب. بله کاملا درسته، این آ اشتراک به. دو تا مجموعه رو که به دو صورت مختلف نشون میدن یا چند صورت، ببین اینجا هر دو تاییشون اومده این قسمت رنگی رو نشون داده، اونجا راحت گفته آ اشتراک به، اینجا اومده یه آدرس یه ذره طولانی داده، ولی هر دو تایی به یه جواب میرسه. خب حالا سوال مورد 6. مورد 6 میگه که آ اشتراک ب پریم مساوی آ پریم اجتماع ب پریم. این یعنی قانون دمورگانه، قانون دمورگانه میخواد که ما اثبات کنیم به کمک نمودار وین. گفتیم هر وقت صحبت از پریم شد بهتره که مرجع داشته باشیم، یعنی یه اینجا دو تا متوازی الاضلاع میکشیم به عنوان مرجع، عرض به خدمتون که این ام این هم ام
اینم مجموعه آ اشتراک ب، آ و ب، اینم آ و ب. سمت چپ گفته که آ اشتراک ب پریم، آ اشتراک ب می شود این، درسته بچه ها؟ پریمش یعنی متممش میشه خارج از اینجا، نمیشه. اون برش میگه که آ اش آ گوشی میفته سوال شیشه دیگه، میگه آ پریم اجتماع به پریم. خب میگم آ پریم رو نشون بدیم، این میشه آ پریم. به پریم هم میشه خارج از به دیگه، به پریم هم میشود این، نه به پریم میشه این خارج از این. یه دونه رو پاک کنم، خب خارج از به، به پریم میشه خارج از به میشه. خب حالا میگه اجتماعشون، اجتماعشون بچه این هم دیگه شد، یعنی این بر این وسط خالیه، اینجا هم متمم اینجاست. یعنی اینجا گفتیم آ عرض به خدمتتون اشتراک ب پریم، اون بر گفتیم که آ پریم اجتماع ب پریم، که این دوتا با هم دیگه چی شدن؟ مساوی شدن و این هم یه رابطه درست. اما بعدیش سه تا مجموعه داده، آ و ب و سه، آ و ب و سه. پس میای این آ این ب اینم سه، این طرفم آ و ب و سه. خب شماره هفته دیگه گفته آ اشتراک به اجتماع سه، اول به اجتماع سه رو لفظ میاری، جمع به و سه، جمع به و سه. میشه حالا اشتراکش با آ، اشتراکش با آ دیگه خیلی مشخصه، اشتراکش با آ میشود این، این میشه آ اشتراک به اجتماع سه. حالا اون طرف میگه که آ اشتراک به اجتماع آ اشتراک سه، آ اجتماع به آ اشتراک به، آ اشتراک به کدوم میشه؟ میشه اینجا اجتماع آ اشتراک سه، آ اشتراک سه میشود اینجا، همون شد دیگه شکلش بچه، شکلش کسی هست که نور حالش نشه بچه ها؟ گفتیم از اینا تو همه امتحانی که امتحانی که تشریح برگزار میشه قطعا با ساتون سوال میاد. عرض به خدمتتون که دستون درد نکنه نوسی خانی. خب بریم مورد هشت، اگه ایزی بدی هشت رو این در بنویسم ها، آپریم منهای ب مساوی ب پریم منهای آ، آپریم منهای ب آپریم منهای ب مساوی ب پریم منهای آ. خب لازمه که یه مرجع داشته باشیم، اول چون صحبت از پریم کرده، دو تا مجموعه آ و ب داریم،
حالا میگه آپریم منهای ب. آپریم یعنی کجا؟ آپریم یعنی خارج از آ، میشه اینجا، این میشه آپریم. حالا منهای ب ولی تو آپریم هست ولی توی ب نیست. آپریم منهای ب، آپریم منهای ب کجا میشه؟ این هایی باید خط بکشیم. این میشه آپریم منهای ب. یعنی در حقیقت بچه خارج از اجتماع آبه میشه. خب اما تو اون یکی میگه بپریم منهای آ، بپریم باز میشه خارج از ب، بپریم خارج از ب. حالا منهای آ توی آ نباشه، حالا همون شد بچه ببینیم، یعنی قسمت رنگیش میشود خارج از آ و ب، یعنی متمم آ اجتماع ب، اینا با هم دیگه مساوی شدن. پس این شماره 8 دیگه، اینا مساوی میشه. اما شماره 9 شماره 9 میگه آی منهای ب اجتماع ب منهای آ، آی منهای ب اجتماع ب منهای آ. مساوی با آ اجتماع ب منهای آ اشتراک. خب بیاییم بس هر کدومشون دوتا شکل میکشیم ببینیم چجوری میشه. این آ اینم ب، اینم آ اینم ب. گفته که آی منهای ب، آی منهای ب میشه کجا؟ میشه این و اجتماع ب منهای آ، این هم ب منهای آ، این میشه این طرفش. حالا اونجا میگه آ اجتماع ب، آ اجتماع ب میشه کلش، منهای آ اشتراک ب، یعنی آ اشتراک ب رو از توش برداریم، اینو برداریم، یعنی خارج از اینجا. بله این دوتا با هم مساوی میشه، اینم میشه اثبات این مطلب. خب همونجوری که عرض کردم خدمتتون، اگر که سر امتحان بگن با استفاده از قوانین ثابت کنید، باید شما بیاین به اصطلاح مثل اون سوال قبلی مورد به مورد از قوانین استفاده کنید و از یه طرف به طرف دیگه برسید. وقتی میگه با نمودار وین، یعنی دو تا شکل بکشید، یک طرف تصاویر رو روی شکل مشخص کنید، یه طرفش روی شکل مشخص کنید، دیگه حالا اون بستگی داره به سلیقه و دقت خودتون که یه جوری حالا با هاشور زدن یا با رنگ‌های مختلف یه جوری به اصطلاح رنگ کنید و مشخص کنید که اون تصاویر رو بتونید نشون بدید. خب این میشه عرض به خدمتتون که سوال 46 بچه، چون که کلاس 47 قبلا من توضیح دادم، تو کلاس شما هم بگم. بچه ما تا همینجا بیشتر، یعنی تا امروز به هر جایی که رسیدیم بیشتر حل نمی کنیم، چون که روی این فصل به اندازه کافی وقت گذاشتیم. ما کتاب دانش که هر کتاب درسی که هیچی کتاب دانش هم حل کردیم، یه کتاب دیگه یه اومدیم الان 50 تا سوالش رو تقریبا حل کردیم. و هر سوالش مثلا ببینیم الان یه دونه سوال اینجا 9 مورد داشته، سوال قبلش بوده 6 مورد داشته، همه رو دونه به دونه حل کردیم، یعنی خیلی زیاد از اینجا سوال حل کردیم. و عرض به خدمتتون که فکر میکنم که کفایت میکنه. البته اگه بخوایم حل کنیم 5 تا کتاب دیگه هم بیاریم، باز هر کدومشون ممکنه که یه ویژگی خاصی داشته باشن، اما شما الان اون چیزی که باید بدونید میدونید
و اگه دلتون بخواد برین کار کنین میتونین. که رو هر کتاب دیگه ای برین مانور بدین و کار کنین. ولی که خب کتاب ما هر 8 تا فصل داره، 8 ماه هم داریم، الان 1 ماهمون گذشت و دیگه الان زمانیه که بریم فصل دوم. فصل دوم اعداد حقیقی و اعداد گویای، خیلی فصل ساده ایه، شما تقریبا همش رو تو کلاسای قبلی خوندین. اینجا یه مروره، البته یه سری نکات دیگه هم اضافه میشه. شما فعلا امشب میرین کتاب درسی، کتاب آموزش و پرورش، میشناسینش که؟ این کتاب رو باز میکنین از صفحه 20 تا آخر صفحه 26، از صفحه 20 تا آخر صفحه 26 همه کار در کلاس ها و تمرین ها رو توی دفتر، فقط دیگه تو کتاب چیزی ننویسید. کار در کلاس ها و تمرین ها به ترتیب صفحه بنویسید، صفحه 20 کار در کلاس صورت چی بنویسید، حل میکنی همینجوری تا آخر، خیلی زیاد نی و ساده هم هست. عرض به خدمتتون که بعد قبل از اون کار در کلاس ها یه فعالیت هایی داره که یه توضیح داده برای اون چیزی که راجبش تو کار در کلاس سوال اومده، که اگر کسی یادش رفته یا نمیدونه با اون توضیحات میتونه مطلب درسی رو به یاد بیاره و میتونه حل کنه. پس آقایون میرن کار میکنن، البته فردا که حل میکنیم اون مواردی که لازم باشه طبیعتا توضیح هم میدیم خدمتتون. یعنی حالا فردا کسی امشب ننویسه و بیکاره، چون درس نداده بودن اصلا نمیدونه چی حل کنه. اینا همه رو خوندیم. یعنی شما صفحه 20 که باز کنی درس نداره دیگه. تا این الان اینجا نوشته اعداد حقیقی میبینی، بعد اینجا نوشته فعالیت، بعدش تو صفحه بعدیش کار در کلاس. یعنی اینکه شما همین فعالیت هایی که بخونی یه راهنمایی کرده، بعد کار در کلاس و آخر هر چی که لازم باشه انشالله ما به موقعش واسهتون میگیم. پس تکلیفتون شد از صفحه 20 تا آخر 26 از کتاب آموزش پرورش که نشونتون دادیم خبرم توی دفتر می‌نویسم. هم بفرمید. بله تا آخر 27، ببخشید آقای سیفانی، مثل همیشه دقیق و خلاصه حواسش هست که ما یه وقت کم نگیم. بله تا آخر 27. خب اینم از تکلیفتون. حالا بریم این سوال 48 هم فکر میکنم که برسیم حل کنیم. گفته برای 3 مجموعه دلخواه A و B و C ثابت کنید که 3 اشتراک های منهای B اجتماع B مساوی. خب اینجا نگفته با نمودار ون و طبیعتا باید از راه قوانین اثبات کنیم. اول از همه اینو بنویسم، من 3 اشتراک این آی من های ب رو میتونیم بنویسیم آ اشتراک ب پریم اجتماع ب. درست آقایون؟ عرض به خدمتتون که این از این، بعد این از این، بعدش اجتماع آ اجتماع ب گفته ثابت کنیم که میشه آ اجتماع ب. اما داخل این کروشهه، داخل این کروشه ب پریم هم نیست، من اشتباه ب پریم نیست، داخل این کروشه چیه بچه ها؟ شما رو بیانشتی میگذه داخل این کروشه ما رو بیاد چی میندازه بچه ها؟ بیاد شبه جذب میندازه، بیاد شبه جذب میندازه، چون که آ اشتراک ب پریم اجتماع ب، جوابش میشه چی بچه ها؟ میشه آ اجتماع ب. پس مینویسیم 3 اشتراک آ اجتماع ب، درست شد؟
حالا اجتماع A اجتماع B. حالا چی میشه بچه ها؟ حالا این کلش رو نگاه کنیم ببینید چیه؟ این الان کلش جذبه، کلش قانون جذبه، یعنی الان کل این کروشه جذب این پرانتز میشه. من اونجا می نیستم که یادمون نره، می نیستم جذب طبق جذب میشه آ اجتماع ب، پس ثابت شد، شد آ اجتماع ب. دیدن آقایون این شبه جذب هم بخواه اینجا بری نیستم که باز بدونی چرا شبه جذب. اولش هم که من این تفریق رو به اشتراک تبدیل کردیم که اینم آیون بلدن. نوشتن این کلمه شبه جذب و جذب اینا اجباریه، یعنی باید معلوم باشه به چه دلیل رو حرف نوشتی. اگر ننوشته باشی یعنی دلیلشو نداری و اون وقت ممکنه که ازت قبول نکنه. خب دیگه فرصت نمی کنیم تا همینجا. این سوال ها بد نیست، آقایون اگه برن خودشون بقیش عمل کنن خیلی خوبه. حالا اگر ما فرصتی کردیم باز با ستون اشکالاتون رو برطرف میکنیم.